ببخشید به سیستمتون انتقاد کردمش، ببخشید صدام در اومده اعتراض کردمش، جبران میکنم اگه اشتباه کردمش، این موزیک رو بهتون بده کارم من. بهبه این اجتماع، بهبه این نظام، دولت دال دسوزی، بهبه این رجال، برقیم تو رفاتون یا بد شده بکن منصب شایست ساراری و هر کی سر. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، با پخش این ویدیو خواستم این خبر رو به اطلاع مبارکتون برسونم که متاسفانه توماج در یک دادگاه پنهانی بدون وکیل، بدون دفاع، به هر صورت خبری که توی صفحات مجازی هست، محکوم به مفسد فعل عرض شده و برصد خیلی دردناک این خبر. ولی توماج مشخصه چرا محاکمش رو پخش نمی کنن. من فکر می کنم خیلی قوی تر از رژیم هست، مطمئنم پشت حرفاش ایستاده و کوتاه نیامده و اون ویدیویی که ازش پخش کردن که ابراز پشیمونی کرده نشون میده که غلط بوده، اشتباه بوده و ساخته بودن. چاش کاش غربی و یکم از ما یاد بگیرن، اروپایی ها زیر فقد و غلو ساییدن، از گشنگی تو سطح تا کمر خم میشن، حتی یک روز هم آزادی رو نچشیدن. همه چی از اینجا چی با پر بول، لبخند گشاد مردم، کل روز دولت اعتدال دقیقا وسط بوم بوم، سبز اینجا قردون رو توی خون، اون وردوی را دانش آموزا رو میمالن، تو صورت محجبه ها اسید میپاشن، از قانون ترسی ندارن، اینجا عقاید مختلف هم امنیت دارن. صدا و سیما فرنگ و اینجا کلام مجری دروغی گیرا، الغای ذهنی خطوط فکری، از سیاست تا سلیق جنسی، پشت پرده قولی نره، آزادی عمل مدرن برده، الغای ذهنی خطوط فکری، آزادی عمل مدرنی برده. کلیشه برعکس، برعکس عکس، تریبون هرزتون هرس مغز. حرف با بعد نیست خدمتتون اعلام کنم نظر خودم رو. تا زمانی که ما توی ایران موتی از توماج داریم، نیاز به رهبرای خارجی نداریم. همین جوونا بودن که الان ما رو توی دنیا به اینجا رسوندن. من خواستم ازتون خواهش کنم فقط متمرکز بشید توی ایران و پشت خبرهایی باشید که این جوانها دارن میسازن. اون دخترای نازنین و عزیز شورشی نسل انتقام که دارن توی دنیا ما رو معرفی میکنن که ما اگر تو اون کشور زندگی میکنیم مثل اون رژیم فکر نمیکنیم. و جوانهایی که مثل توماج هستن، مثل یک کوه، مثل یک آتش فشان جلوی این رژیم میستن و دردهای مردم ایران رو تو چشم رژیم بیان میکنن و منتظر کنفرانس های علنی یا غیر علنی سازمان ملل، عفو بین الملل نمیمونن، منتظر تحریم ها نیستن، به خاطر اینکه سرنوشت این قیام توی خیابون های ایران مشخص میشه و تا الان پیروز بودن. مردم خیلی قوی هستن، بارها گفتم بازم میگم، این مردمی که تو خیابونها دارن با رژیم مبارزه میکنن، خیابونها رو تصاحب کردن، اینا از پنتاگون قوی ترن، از سپاه پاسداران و ارتش ایران هم قوی ترن و یک حرکت کاملا جدید رو توی تاریخ قیام ها و انقلاب ها شروع کردن. موفق باشم. از تو جوال علف هرز، راست دروغ، راست کجاست طرف چپ، نمک زخمه تیوی تو رو دروغ میگفت، شفاف اخبار، داستان پینوکی و جهده ای افکار، دیست و سی و بی بی سی و مرد مرد و من یک جود دیگم اینو میگفت، مردیم و خوشیم، خوشیم از که مردیم، پیک آخر جام زهر بود تا تهشو خوردیم، نازم و نامون از من ما هممون دوستیم، قله دروغیم پوچیم دامنم اون توهی،
تخصص تلاش گوش مهندس قاچاق چی رئیس میشی با پارتی مدرک داری یا دار چی تو ببری من نبردم من ببرم تو باختی مولد ولد سنا زندگی. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی که همون که اطلاع دارید توماچ توی یک دادگاه غیر علنی محاکمه شده، محاکمهش پخش نشده، وکیلم نداشته و گویا محکوم شده با این اعتقادهایی که داره، با این تلاشهایی که کرده، با اینکه پشت مردم ایران ایستاده و حرفش رو زده، خدا کنه اتفاق نیفته، ولی توی وضعیت خوبی نیست. اگر دوست دارید این ویدیو رو شیر کنید تا به گوش خیلی ها برسه. نمیدونم چه اتفاقی میتونه بیفته، منتظر میشیم ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی چه اعدام بشه چه اعدام نشه، مردم پیامش اونه، یک نفر که کشتشه هزار نفر پشتشه. اجازه بدید این حرف رو بزنم. توماد یک طرف، تمامی کسایی که توی خارج دارن تلاش میکنن یک طرف دیگه. بازم توماد سنگین تره وزنش و پیامش دلنشین تره، جان گداز تره. اونا توی خارج ایستادن، نام رضا پهلوی هستش، رجوی هستش، سازمان ها و گروه های دیگه هستن، آقای اسماعیلیون هستن، رفتن پناه آوردن به این سازمان های حقوق بشری. ولی توماچ پشت مردمش توی ایران ایستاده. جایگاه ها فرق میکنه. اون دختری که روسریشو به دست میگیره و توی خیابون آتیش میزنه و داد میزنه جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم، یا آخون باید گم بشه، امسال سال خون سیدعلی سرنگونه، شعاراشون فرق میکنه. اونا اصلا شعارای تحریم و اینها رو نمیدن، مسئلهشون سپاه پاسداران نیست که اینها میان از طریق این کاخ سفید و کاخ الیزه و پارلمان اروپا و سازمان حقوق بشر و عفو بین الملل مطرح میکنن، هی تحریما رو مطرح میکنن. تحریمایی که تا حالا انجام دادن رگبار گلوله هایی بوده که رژیم مردم رو گذاشته جلوی این تحریم ها. همین امروز، همین الان مردم توی ایران یه سری داروهای ابتدایی رو اولیه رو ندارن، توی بیمارستان ها با کمبود دارو روبرو شدن. بله، این تحریم ها فقط و فقط بازی های سیاسی بین اون دولت هاست و رژیم ایران. و از یک طرف دیگه این تحریم ها سوپاپ کنترل قدرت این سیستم هایی که 5 تا عضو اصلیشون همیشه مقام اول تا پنجم رو توی فروش سلاح به کشورهای دیکتاتوری مثل ایران و در حال جنگ داشتن. حالا شما بیا بگو امروز باید چه کار کنیم؟ من نظرم اینه که این بازی ها رو بذاریم کنار. اگر میخوای صدای مردم ایران باشیم، صدای مردم ایران این تحریم ها نیست. ائتلاف برای شورای رهبری رو که از تلویزیون ایران اینترنشنال و خانم مسیح علی نژاد و رضا پهلوی مطرح میشه و این ستاد الان دارن به همدیگه نزدیک میشن، نیستش. مردمی که دارن توی ایران مبارزه میکنن جمهوری اسلامی رو نمیخوان، تمامیت رژیم رو نمیخوان، نه اینکه این بازی های سیاسی. آزادی عمل مدرنی برده، رسالت رسانه ها رنگ کردنه، عاشق خالمه به پامه به پان همه، با پای لنگ های داریم به پاکش نره، مبارزه هشتک که گوشی نشکنه، میگن چوب معلم و هرکی نخوره خره، میگن اینجا گشنه ای ولی بهش دوره زره،
خب دوستان از بیندگان گرامی، خیلی ممنون که این برنامه رو نگاه کردید. من برنامه‌ای رو که دنبال می‌کنم تحت همین عنوان ایران به کجا می‌رود و دوستان و دشمنان امروز مردم ایران کیا هستن؟ اگر ما بخواهیم امروز صدای مردم توی خیابون و توی ایران باشیم، باید چی کار بکنیم؟ الان یکی از فاجعه‌هایی که داره اتفاق میفته اینه که یه سری آدم‌ها اومدن و دارن این انقلاب رو می‌دزدن. و یکی از کاراشون اینه که دارن از بیرون با هماهنگی با کاخ سفید و کاخ الیزه و پارلمان اروپا و اینا میخوان یک شورای رهبری درست کنن و توی برنامه‌هاشون هی میان مطرح میکنن که مردم توی ایران این ائتلاف شورای رهبری از خارج رو خواستن. دروغ میگن. مردم توی ایران خودشون رهبر هستن، همون دخترای قهرمان و تاریخ ساز، همین جوانایی مثل توماج، اینا میدونن دارن چیکار میکنن و تا الان هم خیلی قوی بودن. اگر تو این زمینه ها حرفی، صحبتی، پیامی دارید، من فقط و فقط و فقط طرفدار مردم توی خیابونهای ایران هستم و باورم بر اینه که باید صدای اونها باشیم و اگر میخواییم صدای اونها باشیم باید شعارهای اونها رو بشنویم و تکرار کنیم. تا برنامه بعدی بهترین آرزوها رو براتون دارم. یادتون نره جان توماج در معرض خطره. مرسی توماج جان، مرسی، درود، خیلی با وجودی.